لیلیس، اولین فمینیست تاریخ، شخصی که یکی از موجودات آغازین و اولین نسل انسان بوده. درود به همگی، من نایاکم و امروز اومدم با همدیگه یه سفر داشته باشیم به دنیای عجایب و این سری اومدیم با موضوع لیلیس، فرشته‌ای که به عنوان اولین فمینیست تاریخ میشناسنش و خیلی داستانا راجبش بوده. اگه لیلیس رو نمیشناسی یا میشناسی و سوالاتی راجبش داری، حتما تا آخر ویدیو با من همراه باش. خب بچه ها، قبل از هر چیز بگم اگه چنل منو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن و زنگوله بغلشم بزن که وقتی ویدیوی ساختیم نوتیفیکیشنش برات بیاد بالای صفحه، و اگه نظری راجع به ویدیو داشتی تو کامنت ها حتما برام بنویس. میگن زمانی که خدا آدمو ساخت، قبل از هوا زنی برای اون ساخت به اسم لیلیس که از جنس آتش بوده، ولی لیلیس به آدم سجده نمیکنه. به دو دلیل، دو تا تئوری هست که هر دوشون رو با همدیگه الان تحلیل میکنیم. یکی این که میگن لیلیس به خاطر اینکه جنسش آتش بوده از بوی خاک خوشش نمیومده و معتقد بوده که همه برابریم، یعنی خود لیلیس با آدم برابره چون هر دوشون مخلوق خدان و انسانن، برابرن و نباید سجده کنن. تئوری دوم این بوده که میگن لیلیس از سجده کردن به آدم خوشش نیومده. چرا؟ چون طالب برابری بوده، معتقد بوده که همه مخلوقات خدا یکسانن و سجده کردن کار درستی نیست، که تا هر دو تئوری یه جور تموم میشه. جالبه بدونید لیلیس اولین شخصی بود که همراه شیطان سجده نکرد و به همراه شیطان از در بهشت به شکل یک مار کلن خارج شد، و بعد از اینکه خارج شد با شیطان ازدواج کرد و میگن که خون شما و گرگینه ها نوادگان لیلیسن. راجع به خون شما و گرگینه ها ما 3 تا ویدیو تو چنل ساختیم که لینکش تو دیسکریپشنه. خوشحال میشم بعد این ویدیو اونا رو هم نگاه کنین که قشنگتر این ماجرا رو متوجه بشی. خب برگردیم به ادامه ویدیو. میگن که خدا از دنده آدم هوا رو ساخت و هوا در اصل دومین زنی میشه که برای آدم ساخته شد. خب بچه ها، مرسی که تا اینجا با ما همراه بودید. لینک ویدیو خونه شما و ویدیو گرگینه ها توی دیسکریپشنه. ما یه چنل هم داریم توی این اینستاگرام که خوشحال میشم اونجا هم به خانواده ما بپیوندید. تا ویدیو بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.